از زندان که خارج شدم و تصمیم داشتن که مرا از بند ببرن، کاکایم بچی کاکایم یاد با سانوالی که زنگ زد با کاکایم بچی کاکایم یاد مرا تلبیس برد. سانوالی بعد از زبانی وای خط گرفتن که نباید دختر کشته شد، دختر حدسی شد با شما را تسکیر میکنیم. بعد از اون من رفتم خانه ام تا فیلم آمده شد. بعد سویدن مرا دعوت کردن، آمدم سویدن تا درباره فیلم تشریح بدم. بعد از اون امکاناتم من استفاده کردم، دیگه بر نگشتم افغانستان چون جانم در خطر بود. جان مرا گفتی بیا افغانستان، گوش کن بیا افغانستان. افغانستان که هیچ وقت بر نمیگردم چون زیاد بدبختی ها رو در افغانستان دیدم. والی میگی که درس نرو، باید برم، باید تلاش کنم، درس بخونم که اینجا قانونش همیست که زن هر رقم خواست همون رقم زندگی میکنه، شب پا بیرون میباشه، روزا بیرون میباشه، قیدگیری نیست. خواه از همین که خبر شدیم زنگ زدیم افغانستان، میخواستیم شماره نجیبه رو پیدا کنیم چون چند نفر خواستم براش کمک بکنن. اما حال خبر شنیدیم، گفتن که یک سال پیش سنگسارش کردن. هلو خاله شاگل، در نظر خدا زنگ زدیم، نظر خدا گفت که پاری نگو نجیبه که آزاد شده، رفتن غربت، رفتم قربان، گفت سنگسارش کرد. آیا این واقعیت داره؟ نبی از شمالیه، اون نامش نبیه، اون سیاه، اون رو ما نبی سیا میگه. یعنی اصلا شما نجیبه نامی هیچ وقت نداشتید و تحویل شما داده نشده؟ نشده، نه. این بایی نام و بند ما نداشتیم. خیلی من دستون در. من همی دوسیه که اعلام شدم، همی دوسیه که با کدام تاریخ آمده که پای شما درست است، کدام تاریخ داخل زندان ما شده و چه وقت رها شده، کجا رفته، ای را از همین تاریخ اسناد برتون معلوم. فقط به خانه اونا که میرم در تلاشی از اونا همی نجیبه هم در می خانه بوده. فقط حرفشان ای بوده که نجیبه از خانه خود فرار نموده. به ای لحاظ رو میرن و هم امروز بلا قادره میکشن و هم نجیبه نامه.